بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در بیروت لبنان یه نشست رسانه‌ای داشته، صحبت‌های خیلی مهمی داشته. می‌خوایم بریم با هم مرور کنیم، برگردیم، چیزای جالبی براتون دارم. در تماس تلفنی اخیرم با آقای آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل به ایشون توجه دادم که این مسئله و پیگیری حقوقی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی از وظایف اصلی و مهم جامعه جهانی و از جمله سازمان ملل متحد هست. علی‌رغم تداوم جنایت علیه غیر نظامیان در غزه، اما رهبران و نیروهای مقاومت از امکانات بالا و روحیه عالی برخوردارند و مقاومت در سایر جبهه‌ها همه سناریوهای ممکن رو در مقابل خود به صورت آماده قرار داده. اعلام ساعت صفر برای هر گونه اقدامی در صورت تداوم جنایات در اختیار مقاومت هست. در موضوع کوچ اجباری ساکنان غزه، آنچه که می‌بینیم نشانگر اون هست که رژیم آپارتاید اسرائیل به جای مقابله در میدان جنگ، حمله و جنگ علیه زنان، کودکان و غیر نظامیان رو در دستور کار خود قرار داده. درباره کوچ اجباری ما دیشب یه برنامه داشتیم که الحمدلله پربازدید هم بود. امروز اسماعیل هنیه رسما اعلام کرد که اصلا کوچ اجباری در کار نیست، ما تا آخر میمونیم و از سرزمینمون دفاع میکنیم. حالا در ادامه روی نقشه که یه تحلیل رو ارائه میدم اونجا بهتون توضیح میدم که چه اتفاق میفته، چون دیشب گفتم یه مقدارش هم مونده که امروز تکمیل میکنم. ادامهش هم بشنویم، خبرهای خیلی عالی داریم. در حالی است که رهبران مقاومت در دیداری که با اونها داشتم تأکید کردن همچنان برخی شهرک‌های صهیونیستی و مراکز نظامی رژیم اسرائیل در کنترل نیروهای مقاومت هست. صهیونیست‌ها اونقدر آشفته، شوک زده و به هم ریخته هستند که حتی قادر به بازپسگیری این شهرک‌ها و مراکز نظامی در روزهای گذشته نبودند. و علی‌رغم برخورداری از حمایت یک جانبه آمریکا، باز از روی ضعف صرفاً به حمله به مراکز غیر نظامی و شهروندان در غزه روی آوردند. اونچه که در خبرها در خصوص عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم جعلی اسرائیل مطرح شده، اکنون با شرایط جدید فلسطین و منطقه به کلی از روی میز به کنار رفته. مقاومت رأساً از توانمندی‌های بالا برای پاسخ در صورت تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و تداوم محاصره غزه برخوردار است. یکی از مقامات عالی رتبه یک کشور اروپایی در روزهای گذشته به من گفت عملیات مسجد الاقصا به همه ما ثابت کرد که موضوع فلسطین زنده است. الان میخوام اعتراف یکی از کله گنده های اسقاطیلی رو هم خدمتتون عرض بکنم. ادامهش هم بشنوید، آخرای صحبت امیر عبداللهیان هست. و کسی نمیتواند فلسطین رو از صفحه خاورمیانه فراموش کند. با توجه به اینکه اسقاطیل مقاومت رو به حمله زمینی تهدید کرده، روی نقشه چیزی به شما نشون بدم. به اینجا نوار غزه است که دیشب در رابطه با این صحبت کردیم درباره مسئله کوچ اجباری. اسقلان یا همون اشکلون، اشدود، اینجا تل آویو و بالاتر حیفا. اینا زیر حملات شدید بچه های مقاومته. نکته‌ای که وجود داره اینا دارن عملیات معکوس انجام میدن. یعنی اون چیزی که تو ذهن اسقاطیلیا بود رو اینها دارن برعکسش رو انجام میدن، رو به شمال و از اون طرف حزب الله وارد شده. خیلی بی سر صدا وارد شده و دیدید که وزیر امور خارجه هم گفت که
کلید حل ماجرا دست مقاومته، یعنی اون تمرکز اصلی که هست اگر به ساعت صفر برسیم عملکرد مقاومته که معادلات رو تعیین میکنه به چه صورت است و به هم میریزه این معادلات رو، کمان که تا همین جا هم به هم ریخته. اما نکته ای که وجود داره، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست تل‌آویو در برابر مقاومت اسلامی فلسطین گفته ما در مأموریت خود برای مقابله با حماس شکست خوردیم. ایشون تصریح کرده که این اشتباه من و مسئول برآورد اوضاع بود که فکر میکردن حماس از عملیات نگهبان دیوارها درس گرفته. حماس ما رو فریب داد و اکنون در جبهه شمالی نیز شاهد همین سناریو هستیم. در مأموریت خود شکست خوردیم و جای هیچ حرفی نیست. جبهه شمالی تو ذهنتون باشه، برید با برنامه که دیشب در تو کوچه اجباری داشتیم مقایسه کنید، ببینید ما اونجا چی گفتیم الان اینجا چه اعترافی کرده. این همون آدمیه که جمهوری اسلامی رو به حمله اتمی تهدید میکرد. اونهایی که میمدن برنامه میساختن گفتن آقا حمله اتمی به ایران ما گفتیم اینا داستان میگن، الان همونها دارن اعتراف میکنن شکست خوردن. در برابر کی؟ من در برابر جمهوری اسلامی. این اتفاقی که الان داره توی حماس میفته، حالا به لحاظ رسانه‌ای برخی چیزها رو نمیشه اینجا رسانه‌ای کرد، اما قطعاً به شما میگم و خودتون میدونید کتنه که و اون جمهوری اسلامیه. این مقام اسقاطیلی با بیان اینکه اسقاطیل سعی میکنه تو دو جبهه وارد جنگ نشه، تأکید کرده که بین 150 تا 200 نفر از اسقاطیلی‌ها تو این عملیات طوفان الاقصا روبوده شدن، که البته آمار بیشتر از اینونه که اسیر شدن و این داره خودش رو دلداری میده. بعد یه اعتراف خیلی تلختر دیگه هم داره، میگه اسقاطیل ضربه دردناکی دریافت کرد و اشتباه کردم که گفتم حماس تا سالها جرأت حمله به ما را ندارد. اما چیزی که ما الان شاهدش هستیم، یعنی در لحظه‌ای که من دارم این برنامه رو تحلیل میکنم و ضبط میکنیم برای انتشار در یوتیوب، حملات شدید محور مقاومت هست به مناطقی که الان روی تصویر داریم، اسقلان، اشدود، تل‌آویو و حیفا، که این ادامه داره. یعنی این حجم از پرتاب راکت به سمت اشدود و اسقلان نشون میده که ماجرا همون چیزیست که ما تحلیل کردیم، یعنی بچه های محور مقاومت متوجه شدن که این یک حربه هست، کوچ اجباری فلسطینی ها از غزه، و دارن مقابله به مصر میکنن برعکس. چیزی هم که توی خبرها من دیدم این بود که یه ترافیک هوایی بی سابقه متشکل از هواپیماهای نظامی از سراسر جهان در ساعاتی که گذشت، ساعت 8 و 9 شب به وقت ما، هزاران نفر از اتباع خارجی و دیپلمات‌های خارجی رو از سرزمین‌های اشغالی تخلیه می‌کنه. نیروهای هوایی کانادا، اروگوئه، آلمان، مکزیک، استرالیا، لهستان، برزیل و سایر کشورها تو این فرار جمعی از سرزمین‌های اشغالی حضور دارن و این نشون میده که دقیقاً مقاومت موفق شده عملیات رو معکوس بکنه. یعنی اون چیزی که اونها در ذهنشون داشتن الان بچه های محور مقاومت دارن پیاده سازی میکنن و به زودی انشاءالله ما شاهد پیروزی بچه های مقاومت در تمام محورها خواهیم بود، علارغم این که گفتم این منطقه بسیار حائز اهمیت به دلیل وجود لبنان در شمال و کارهایی که نیروهای حزب الله میتونن از این منطقه انجام بدن. هرچند این طرف در کران باختری هم میتونیم شاهد اتفاقاتی باشیم که در روزهای آینده شاید خیلی ها رو شگفت زده بکنه. برای اینکه اشاره کردم کشورهای منطقه تقریبا به یک اجماعی رسیدن، از اون طرف هم که گفته شد دیگه دست ها روی ماشه است توی محور مقاومت. حالا از کجا این اتفاق بیفته؟ این هشداری هست که وزیر امور خارجه ایران داره میده و این در حالیه که 4 تا کشور رو به خاطر اون دیپلماسی منطقه‌ای که به خاطر شرایط و فضای موجود در غزه شکل گرفت، چون این سفرهایی هست که اختصاصاً مربوط به مسئله فلسطین میشه و وزیر امور خارجه با رایزنی هایی که با کشورهای همسایه این اتفاق، ببینید خیلی مهمه، از اون طرف لبنان، سوریه، اینجا عراق و الان هم که ظاهرا در قطر تشریف دارن ایشون تا اونجایی که من خاطرم هست، و حالا اگر اشتباه میکنم دوستان توی کامنت ها تصحیح بکنن. اما اتفاقی که داره رقم میخوره استیصال رژیم صهیونیستی هست
به شدت زیر ضربه هستن، به شدت روحیهشون رو از دست دادن و اعتراف مقامات بلند پایشون نشون میده که کار بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم بیخ پیدا کرده و اینها هر لحظه ممکنه عملیات بسیار بسیار وحشیانه ای رو علیه محور مقاومت انجام بدن. به نظر میرسه اگر اتفاقاتی از شمال خصوصا از جانب حزب الله رخ بده، میتونه تا حدود زیادی این توطئه‌ای که برای جنوب اینها طراحی کرده بودن رو خونسا بکنه و ورق رو برگردونه کاملا. درسته اینها الان دارن جنایت میکنن، کودکان، خردسالان، میانسالان و حتی غیر نظامیان رو دارن مورد حمله قرار میدن، اما همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، هر ضربه‌ای که اینها بخوام بزنن شدیدترش رو میخورن و این کمک میکنه به سقوط هرچه سریعتر اسقاطیلی ها. امیدواریم که این رقم بخوره و به زودی یک جشنی رو در سراسر دنیا بگیریم، چون تمام آزادگان جهان منتظر چنین روزی هستند. دیشب ما یک آزمایش اجتماعی داشتیم و خیلی ها، حتی اونهایی که با جمهوری اسلامی زاویه داشتن، ساکن ایران بودن، یه سری سیاست هایی بود که باهاش مخالف بودن، انتقاد شاید داشتن، اما با این حال گفته بودن که حاضرن و آمادن برای اعزام به غزه، که این نشون میده انسان های با وجدان با فطرت بیدار طرف حق هستن، یا حق یا باطل. در دنیایی که دو جبهه وجود داره، اون کسی موفق تره که در جبهه حق قرار بگیره. خیلی ممنون، التماس دعا. یا علی، خدا نگهدارتون.